در فرصت پیش رو تلاش میکنم تحلیل های خود از ریشه ها، خواستگاه ها و در واقع پیامت های قبضه قدرت از طرف راست افراطی در آلمان، اتحادیه اروپا را ارائه کنم و امیدوار هستم که مباحثی از این دست راهگشای یک جریانی از بازاندیشی و تأمل بر مفاهیم از این دست و اهمیتش و اکنونیتش برای همه ما باشم. در مورد این در واقع گزاره اصلی، قبل از اینکه بحثش رو بکنم باید اول توضیح بدم که خب مراد ما وقتی از راست افراطی یا اصلا جریان راست یا ارتجاعی صحبت میکنیم باید روشن باشم. ما به سنت در واقع فعالیت های سیاسی در جامعه غربی اگر بخوایم ارجاع بدیم، جریان راست جریانی است که بازتاب دهنده و تضمین کننده گفتمان راست یا گفتمان ارتجاعی و محافظه‌کار همیشه در طول تاریخ خودش بوده. یعنی مبنایش است که وضعیت موجود وضعیت موعود است و برای حفظ وضعیت موجود باید همه نیروهای اجتماعی به کار گرفته شوند و در واقع حفظ شود و برای این حفظش، نه تغییرش، نه تعدیلش، نه تحولش، باید در واقع فعالیت سیاسی بر محور حفظ وضعیت موجود، محافظه کاری و کار برای حفظ وضعیت موجود باشه. و ما میدونیم که وقتی از ارتجاع و راست صحبت میکنیم به معنی است که هر نوع پیشروی یا ترقی خواهی یا گذار یا در واقع تحول در سطوح مناسبات قدرت رد میکنن، برای اینکه یا با جان سختی با در واقع با مقاومت میپذیرن. و فکر میکنم با این توضیح شاید یک مقدار راحت‌تر بتونیم به پیشینه یا تاریخچه راست افراطی و جریان‌های راست در اروپا و آلمان بپردازیم و اینکه به زعم من مشابهت گفتمان راست علارغم ادعاهای آنتاگونیستی و تضاد ظاهراً سطحی که با جریان‌های راست ایدئولوژیک و بنیادگرای اسلامی داره خیلی بیشتر از آن چیزی است که تصور عمومی در موردش قد میدن. و به این منظور میخوایم سراغ ویژگی‌های عمده جریان راست برون که به نظر من این ویژگی‌ها صرف نظر از جغرافیای سیاسی، اقتصاد سیاسی پشتش، ادعاهای در واقع حقوق بشری خیلی بارز است و ما میتونیم در موازی که اتخاذ شده در مکاتیب، مکتوب‌ها، در بیانیه‌ها، در کارنامه عملی در جریان‌های راست تاکید میکنم صرف نظر از جغرافیای سیاسی و مرزبندی های جغرافیای سیاسی و ناسیونالیستی میتونیم مستند اثباتش بکنیم. سه فاکتور اصلی به نظر من از این قرار است: مردسالاری، سرمایه‌داری، ایدئولوژی و نظامیگری. ما تقریبا در تمام جریان های راست در اروپا، خاورمیانه، در همین آلمان، در ایالات متحد شاهد هستیم که تمام این جریان ها و احزاب و در واقع حلقات مرد سالارن. یعنی یک به اصلی به نام در واقع هژمونی یا برتری مردان بر زنان باورمندن و نقش‌های جنسیتی رو بازتولید میکنن و به شدت هم بر مبنای اون دوگانه زن بیولوژیک و مرد بیولوژیک میکوبن و خواهان در واقع حفظ و تقدس خانواده هستن. خانواده منظورم خانواده سنتی هتروسکشوال که کار بازتولیدی اونجا اتفاق میفته، تقسیم کار جنسی نابرابر اونجا اتفاق میفته و به قول انگلز واحد اصلی یا کانون اصلی توزیع، تولید و بازتولید نابرابری و سرکوب و ستم جنسیتی محسوب میشه. تقریبا تمام این نیروها مردسالارن و ارتودوکس، در واقع مردسالار ارتودوکسن و به مسئله کار بازتولیدی، به مسئله تقسیم کار جنسی جنسیتی و نقش زنان در واقع بخش تدارکات یا نقش‌های جنسیتی باورمندن، چنانچه ما شعارهای احزاب مثل IFD در تظاهرات چند سال قبل به یاد ما مونده که عملا در مورد زنان وقتی صحبت میکردن احیاگر شعار کیندر
کوشا و کرشه بودن که بیانگر همان سه نقش اصلی زن در کلیسا، زن در آشپزخانه و زن در خانه هست، نقش در واقع مادری و همسری هست. مورد دوم مسئله سرمایه داری است. نیروهای راست فرای مرزهای جغرافیای سیاسی، اقتصاد سیاسی، من تاکید میکنم نیروهایی هستند که در واقع انباشت ثروت در میانشان خیلی عمومیت داره. یعنی صرف نظر از اینکه از چه راهی، ما میبینیم راست افراطی معمولا با جریان‌های اریستوکرات، با جریان‌های در واقع سلطنت طلبی، با جریان‌های ارتودوکس متعارف و تاریخی و طبقاتی قدرت همسو هستند و بدیهی میدانن و یک امر غیر قابل تغییر میدانن انباشت نابرابر منابع نزد اقلیت خاصی، برای اینکه در واقع نیروهای راست بر مبنای توفیر یا بر اسمت شناختن برتری یک نیرو به نیروی دیگه، یک هویت بر هویت دیگه، یک طبقه بر یک طبقه دیگه، یک جنس بر یک جنس دیگه باورمندن. و این در واقع جزء بنیانهای اعتقادی یا بنیانهای فلسفیشان است. مسئله سرمایه‌داری و در واقع نگاه طبقاتی که به مسئله قدرت و به مسئله نیروهای اجتماعی دارن خیلی محرزه و معمولا در پی انباشت قدرت، انباشت ثروت و قدرت هستن و یا کارنامه انباشت ثروت و قدرت دارن، مثل که ما در کانتکست جمهوری اسلامی ایران شاهد هستیم. عملا یک نظامی با ادعای در واقع عدالت اسلامی چطور کاملا استحاله شده در یک ساختار نیولیبرال طبقاتی، و یا نظام طالبان همین حالا که ما و شما صحبت میکنیم با ادعای در واقع اتفاقا دشمنی و دیانت با جامعه طبقاتی و راستگرای ظاهرا غربی، ما شاهد هستیم که چطور مثل جریان‌های راست افراطی این سو استحاله شده در ساختارهای نیولیبرال. بنابراین این سازوکار یا ساختار نیولیبرال، سازوکار سرمایه داری و روی کرده طبقاتی هم ویژگی بعدیشان است که به نظر من جغرافیای سیاسی نمیشناسه. مسئله بعدی ایدولوژیک بودن و اصلا ایدولوژی نزد این جریان هاست. اگر دقت کرده باشیم هم به مواضع و کارنامه دوباره میبینیم که خب جریان‌های محافظه‌کار و راست و بعد ارتجایی در غرب و بیرون از غرب در مناطق ما همیشه از دین، حالا اینجا از کلیسا، از مسیحیت و اونجا از اسلام و مذاهب ذیل اسلام، شیعه و سنی، به عنوان در واقع مبناهای اخلاقی و مشروعیت بخشی آسمانی استفاده میکنن. و ما اینجا هم در بیانیه هایی که راست افراطی و احزابی مثل AFD داده و میده یا در فرانسه همیشه ارجاع اینها به قدرت و اقتدار کلیسا را میبینیم و معمولا هم احزاب در واقع راستگرا، احزاب ایدولوژیکی هستن که مبنای اخلاقی خودشان در مذاهب و ادیان جستجو میکنن و از او تغذیه میکنن. روی این ملاحظه بعد از اینکه در واقع این اشتراکات و ویژگی ها را برشمردم، میخوایم به این مسئله اشاره بکنم که چرا به زعم من جریان ها و احزاب و گرایش های در واقع راست یا تفکر گفتمان راست در همه جغرافیای سیاسی و همه زیست بوم مواد سراسر جهان اشتراکات اجتناب ناپذیری داره با هم دیگه، در اروپا، بیرون اروپا، در ایالات متحد، بیرون ایالات متحد. این اشتراکات من فهرست میکنم و برشان مستاخایشم تا جایی که ممکن باشم ارائه میکنم. اولین اشتراک به نظر من روی کرد سلبی و روی کرد حذفی در واقع به عنوان یک حزب وجوه اشتراک در میان نیروهای راست است. ما به طور مشخص در مورد نیروهای راست در منطقه خود ما شاهد هستیم که دائیه تصرف و داشتن همه حقانیت دارن و هر نیروی، هر جریانی یا هر ایده متفاوت با ایده اونها ذیل باطل شناسایی صورتبندی و بنابراین باید حذف شد و بنابراین باید با روی کرد سلبی
تنبیه شود، باید در واقع سزاوار خشونت است، سزاوار بیرون گذاشته شدن از دایره مشروعیت است. و این به نظر من اون یکی از وجوه عمدهش است که اینجا هم ما شاهد هستیم که در احزاب اروپایی راست در همین انتخابات در واقع با شعارهایی که تمدن اروپایی را به عنوان یک هژمونی یا حقانیت تاریخی تبلیغ میکرد روبرو بودیم، و با این در واقع نگرش که اروپا متمدنه، اروپا کانون تمدن بشریت، اروپاست که کانون ارزش‌های و کرامت و امنیت و صلابت و شکوهمندی بشره، و بیرون اروپا مردم اغلب مردم نامتمدن، بربر، وحشی یا در سطوح حتی ناانسان هستند، و این انسان زدایی کردن از دیگری با ادعای در واقع تصرف داشتن حق تمدن یا هر آن چیزی که به خود یا به این در واقع هویت خودی قائل میشن یکی از ویژگی‌های و زعم مراست در سراسر این گیتی هست. مورد دوم مسئله پوپولیسم، عوام فریبی و فریب و تظاهری است که در واقع این نیروها و کار می‌بندن برای اینکه طیف وسیعی از جامعه را که دانش سیاسی عمیقی ندارن در واقع در سنگر خودشان جذب بکنن. ما می‌دونیم که سیاست به عنوان یکی از ضرباقه زیرشاخهای علوم انسانی دانش بسیار پیچیده است که در قالب رویکردهای سلبی و ایجابی مفهوم قدرت یا به طور مشخص سیاست قابل تبیین نیست. ما میدونیم سیاست در واقع در روابط قدرت است که باید فهمیده شود، سیاست در متن قدرت است که باید فهمیده شود، سیاست در سلسله مراتب قدرت است یا مکانیزم های در واقع قدرت است که باید فهمیده شود. اما راست افراطی با در واقع با کاربستن پوپولیستی ترین، غیر واقع بینانه ترین و جعل ترین ادبیات، عوام زده ترین ادبیات، تمام این پیچیدگی این مفهوم در واقع به حاشیه میبره، انکار میکنه، و چنانچه ما در سخنرانی های تقریبا طنزآمیز ترامپ دیدیم، شاهد بودیم که چطور این اتفاق افتاد، یا بعد از 9/11 ما دیدیم که چطور در واقع با ادبیات پوپولیستی غرب به طور مشخص ایالات متحده خودش ناجی عالم بشریت معرفی کرد و برای نجات زن افغانستان در واقع یک جنگ نیابتی رو برای 20 سال و فرسایشی رو در افغانستان رقم زد. بنابراین این پوپولیزم یا عوام زدگی و ادبیات فریبامیز و سراسر معمولا جعل و دروغ و تزویر اون ویژگی دیگه یا یکی از بچه مشترک دیگه جریان های افراطی و راستگرا و ناسیونالیستی است. مورد دوم نفرت پراکنی و دوگانه پنداری است که من فکر میکنم ما همیشه شاهد بودیم، و اینگونه که ذیل در واقع مفهوم هویت ناسیونالیستی جریان های راست ما در ایران شاهد بودیم، در افغانستان شاهد هستیم، در ایالات متحده شاهد هستیم، در اروپا شاهد هستیم که تقریبا تمام گرایش های راست با در واقع تفکیک خود و دیگری اقدام به نفرت پراکنی میکنن علیه گروه های اجتماعی متکثر و اقشار اجتماعی متکثری که ذیل چتر این خود که خیلی سلبی هست، امرو هم که توضیح دادم، و خیلی کلیگرا هست و خیلی یک دست هست، نمی گنجه، اقدام میکنن. و ما شاهد این هستیم که چطور در واقع با این دوگانه دوست و دشمن، با این دوگانه سیاه و سفید، با این دوگانه وحشی و متمدن، با این دوگانه حق و باطل و شکل‌های دیگه، فرم‌های دیگه از دوگانه پید، اخلاقی غیر اخلاقی، چطور در واقع با سرکوب و حذف تکثر در مطالبات و اقشار اجتماعی
دست میزنن. مورد سوم فکر میکنم دستگاه پروپاگاندایی است که به عنوان یک ویژگی جریان های راست از او بهره میبرند و این دستگاه پروپاگاندا را ما در این دوره شاهد هستیم که جریان های اصلی رسانه‌ای چطور اقدام کردن، شبکه‌های اجتماعی چطور خریداری شدن در واقع برای تاثیرگذاری روی افکار عمومی یا افکار عامه و چطور یک دستگاه پروپاگاندای قدرتمند برای در واقع این مفاهیم یا ادبیات پوپولیستی یا این دوگانه پنداری ها و نفرت پراکنی ها و لجن پراکنی ها معمولا از طرف راست افراطی نفس توهین، تحقیر، دیگری پنداری و انسان زدایی از دیگری در واقع روی کار گیره، روی کار میگیره و با کار میبنده و ترویج میده و بازتولید میکنه. مورد بعدی به نظر من از وجوه اشتراک مسئله احیای اقتدار تاریخی از دست رفته ذیل یک هویت جمعی و ناسیونالیستی است که ما در متن مناسبات جمهوری اسلامی در مناسبات در واقع طالبانی در مناسبات حتی گروه های مثل داعش و این طرف راست افراطی شاهد هستیم که چطور به تکرار از یک شکوه از دست رفته در واقع گلایه‌مندن و با ارجاع با در واقع تفکرات ارتجاعی اعلام میکنن یا مدعی میشن که در صدد احیای این شکوه از دست رفته هستن و معمولا هم به این خاطر یک رویکرد بنیادگرا یا فندمنتالیستی دارن. خب جریان های راست افراطی در واقع نظامی اسلامی هم همین روی کرده دارن نسبت به گذشته تاریخی از دست رفته و روزهای طلایی صدر اسلام و اینجا در مورد مثلا به طور مشخص احیای اقتدار هویت ناسیون یا نیشن دولت ملت مقتدر که بعد از جنگ جهانی اول و دوم مشاهدش بودیم که چطور این عقده یا این عقده حقارت در واقع در میان راست افراطی به عنوان یک حزب وجوه مشترک همیشه به چشم میخورم. مسئله بعدی به نظر من هویت ناسیونالیستی رو مطرح کردم که همیشه گفتمانهای راست افراطی برای به اصطلاح زیر علم یک هویت ناسیونالیستی سینه میزنن، هویت ناسیونالیستی که به هژمون یا در واقع باور به برتری خودش و کهتری دیگری بیرون از اون مرزهای جغرافیایی سیاسی سخت باورمند است و این خب خودش و خشونت و رویکرد سلبی و نابرابری و تبعیض می انجامه در کن و زمیر و در خواستگاه خودش. مورد بعدی به نظر من این در واقع خشونت هست، نظامیگری در قالب نظامیگری یا در قالب در واقع روی کرده حزبی. ما کاملا میتونیم این نسخه خشونت به عنوان یک الگوی مکرر، به عنوان یک پترن که تکرار میشه در همه جریان‌های راست افراطی ببینیم و اروپا و غیر اروپا هم ندارن. شما به این تنازعاتی که در واقع اتفاق میفته ببینید، مثلا نیروی پلیس به عنوان ابزار اتفاقا مشروع این بدنه یا بازوی خشونتگر تقریبا در ماه‌های گذشته از کشتن جوان 17 ساله در حومه پاریس بگیرید در سال 2017 تا دستگیری و وحشتی که همین اواخر همین هفته ها در میان کمپ و جنبش حمایت از فلسطین در واقع برقرار بود، ما شاهد این بودیم که چطور چه وحشتی و چه خشونتی اینجا اتفاق میفته از طرف جریان های راست افراطی. و جالب اینجاست که مبنای همهشون خیرخواهی است. وقتی شما در واقع مراجعه میکنین که اینو چطور توجیه میکنن این خشونت های لجام گسیخته و وحشیانه را، تقریبا بدون استثنا همهشون به مسئله مشروعیت بخشی یا توجیه اخلاقی خشونت های خودشان اهمیت میدن با دستگاه پروپاگاندایی که در اختیار دارن. و مثل که در مورد طالبان ما شاهد بودیم که طالبان با ادعای اینکه افغانستان اشغال شده توسط در واقع نیروهای کفار و نیروهای غربی 20 سال تقریبا 30 سال مردم افغانستان به خاک و خون کشیدن، نیروهای ملکی را در واقع کشتن و حمام خون جاری کردن در افغانستان. یا در مورد ولایت فقیه و در واقع جمهوری اسلامی و امارت اسلامی، یا این طرف در واقع جریان‌های راستی که با نیروهای یا بازوی نظامیگری به نام ناتو آبش خودشان یا در واقع منابع حمایتی و اخلاقیشان
در قالب نظامیگری همین نگرش و همین بصیرت و بینش بود که ما برای نفع جمعی این کار رو میکنیم. و مورد آخر به نظر من از وجوه اشتراکی عمده که نمیخوایم از یادمون بره است که این جریان ها همیشه به وجود یک دشمن فرضی نیاز دارن. یعنی ما اگر به تاریخچه یا پیشینه راست افراطی نگاه کنیم که به طور مشخص در همین اروپا شکل گرفت، یاد ما هست که جنگ جهانی اول و دوم در حینش ما شاهد بودیم که در واقع احزاب فاشیستی با علم کردن دشمنی به نام کمونیسم یا شبحی به نام کمونیسم چگونه خشونت خودشان و جنایات خودشان توجیه می کردن به نام یا زیر لوای توجیه خیر جمعی، که اگر ما این اقدامات در واقع روی دست نگیریم، اگر این خشونت ها رو ما انجام ندیم، دشمنی هست که در واقع منفعت و امنیت و کرامت و هویت ما رو میبله. و این در مورد همه جریان های راستی صدق میکنه و ما شاهد بودیم هستیم در بیانیه هایشان در مورد طالبان، در مورد نیروهای در واقع راست منطقه خود ما هم دیدیم که چطور این دشمن فرضی گهگداری غرب است، گهگداری اروپاست، گهگداری داعش است، گهگداری در واقع نیروهای مترقی است که قرار است ستون و ارکان جامعه را در واقع از درون به عنوان ستون پنجمی ها متلاشی بکنن. و این دشمن فرضی که یک زمانی به نظر من در نزد جریان های راست افراطی در اروپا کمونیسم بود، الان تروریسم شده بعد از حادثه حملات تروریستی 11 سپتامبر. ما شاهد بودیم که یک نقطه عطفی اتفاق افتاد برای اینکه سویچ شوه، یک پارادایم شیفت شوه این دشمن فرضی بعد از جنگ سرد و فجایعی که در واقع اتفاق افتاد در منطقه، شیفت شوه به سوی در واقع تروریسم یا ایده خطری به نام اسلام سیاسی. من فکر میکنم با توجه به آنچه که حداقل مطرح کردم اینجا، یک ویژگی به عنوان ویژگی آخر شاید نیاز باشه که مطرح شده و تحلیل من، و او ایست که تمام جریان های راستگرا و ناسیونالیستی و افراطی و ارتجاعی در دم و دستگاه پروپاگاندای خود اعلام میکنن که هیچ بدیلی برای وضعیت ممکن نیست. یعنی وضعیت جاری ده که سراسر جنایت و نابرابری و خشونت و فاجعه انسانی است، به عنوان تنها راه برای تنظیم جامعه، برای تأمین جامعه و برای در واقع زندگی انسان‌ها تحمیل میکنن. و این به نظر ما اون بخشی است که شاید در جمع‌بندی من دوباره بهش اشاره میکنم، اون بخشی است که یک مقدار کار سخت میکنه، برای اینکه با توجه به امکاناتی که اختیار دارن، یعنی فکر کنید وقتی نهادهای آموزشی، نهادهای آکادمیک، نهادهای رسانه‌ای، احزاب، جریان‌های در واقع سازمان‌های مدنی یا جریان‌های اجتماعی، تمام اینها وضع موجود به عنوان یگانه وضع مطلوب یا ممکن اول به رسمیت میشناسن، دوم درونی میکنن، سه رو باستولید میکنن. و شاید خطره، به نظر ما بزرگترین خطری که راست افراطی در واقع متحققش کرده و دیگه بالقوه نیست و بالفعل شده، این تهدیدی که همه ما را در سراسر گوشه این کره خاکی تهدید میکنه، به نظر من ایست که افق‌ها را به شدت بستن و روی کارت‌ها را دوگماتیف کردن و وضعیت موجود یگانه را، یگانه امکان برای بقای بشر معرفی میکنن. من نمیدونم چقدر دیگه وقت دارم، ولی من فکر میکنم که در جمع‌بندی میخوایم فقط بسیار کوتاه مختصر مفید موجز اشاره بکنم که به زعم من در یک نتیجه گیری کوتاه، آنچه که ما جریان راست مینامیم در خواستگاه‌ها و آبشخورهای فلسفی، اخلاقی و
مشروعیت بخشی سیاسی خود مرزهای جغرافیایی را در می نوردن و بنابراین فراملی، فرامرزی و به نظر من کاملا فراطبقاتی است. مورد دومی است که یک رابطه دیالکتیک در هم تنیده، در هم پوشان وجود داره میان تمام گفتمان و جریان‌ها و نیروهای راست، صرف نظر از اینکه چه ادعایی در مورد بومی بودن خودشان، مشروعیت دادن به خودشان یا در واقع محلی بودن خودشان دارن. و او اشاره شد برش که وجود اشتراک و در واقع مشترکشان چیه، صرف نظر از متأکید میکنم میخوایم تصریح بکنم صرف نظر از همه افتراقات و تمایزهایی که این نیروها دارن، به خاطر که خب جوامع مختلفی است، ما در مورد جوامع مختلف با شیوه تولید، شیوه تولید و نظام معیشت متفاوت، بنابراین امکانها و فرصتها و انسدادهای متفاوت صحبت میکنیم، ولی ضمن و رسمیت شناختن افتراقها و تمایز ها، این اشتراکات به نظر من خیلی یا مکس روی این اشتراکات خیلی به ما کمک میکنه که ما با ماهیت این تفکر آشنا شویم و بعد از این آشنایی بتونیم حالا روی کارت‌های بدیل یا احتمال مقابله با این در واقع تهدیدی که بشریت و زممت احاطه کرده مواجه شویم. و در آخر فکر میکنم ما به عنوان گروه های اجتماعی که خود ما را در واقع بیرون از این مناسبات نمیبینیم، خود ما را جزی از این وضعیت میبینیم، مسلماً باید با سوژگی که برای خود ما قائل هستیم یک مقدار با ارائه این تحلیل ها کمک بکنیم به این که ما چطور میتونیم نیروهای بدیل، رهایی بخش و پیشرو و ذیل یک مبارزه جهانی در برابر در واقع راست افراطی بسیج بکنیم و ببینیم که در دل این چالش ها چه فرصت هایی رو میتونیم در واقع بالفعل کنیم، چه بالقوگی ها رو میتونیم بالفعل بکنیم که با این بزعم من فاجعه‌ای که در چند قدمی همه ما ایستاده در این عصر بتونیم مواجه شویم. امیدوارستم که این تحلیل هشن جسته و گریخته کمی در مورد پرسش اصلی این گفت و شنود روشنی انداخته باشه. ممنون که این فرصت را در اختیار من قرار دادید.